به هر حال رمضان از نظر لغوی هم ما یاد گرفتیم که ذوب کردن، رمز ذوب کردن. خب ذوب کردن، خب ذوب کردن از بین بردن، از بین بردن چی؟ خب حالا اونجا گفته شده گفته نشده، نمیدونم وارد بحث کیفی شدن نشدن، اما در واقع اینو میتونیم از این زاویه بهش به اصطلاح نگاه بکنیم و چون به تعالی کمک میکنه پس ثواب داره. میگن ثواب داره، بعضیا تصور فیزیکی اینا میکنن، یعنی فکر میکنن که الان خب ملائکه قلم و کاغذ دستشونه و مینویسن بله جون روزه گرفت و این 2 امتیاز، این 5 امتیاز، این 10 امتیاز. ولی بحث اینجاست که ثواب اون چیزی که در جهت کمال و تعالی است، چون اینم در اون جهته پس ثواب داره. خب حالا اگر درست انجام شد، اگر درست انجام شد اون وقت ما احساس به احساس رضایت میرسیم، یعنی میگیم که ما در دوره ترک اعتیاد موفق بودیم. خب قبول شدن در دوره ترک اعتیاد، پس اگر گفتیم قبول باشه یعنی قبول کی باشه؟ قبول خودمون باشه. امیدواریم که در دوره ترک اعتیاد موفق باشید، انشالله که قبول باشه، قبول شده باشید، انشالله که تونسته باشیم در واقع به اعتیادهای خودمون خاتمه بدیم. خب و خودمون از هر شرطی، از هر شرطی رها کرده باشیم. خیلی از این شرطها هم به خودی خود بد نیستن، همون مثل سر ساعت 12 غذا خوردن. خب اما اون شرط اونه که ما رو به دنبال خودش میکشونه. سر ساعت 12 شد ما باید بدویم دنبال اون، و حالا اگه یه روز نتونستیم زخم معده مورده، چون اسید ترشح شده طبق اصل پاولو. خب اسید ترشح میشه و کار دستمون میده. اعتیاد چیز مفهوم عامی داره، یعنی عادت، اون چیزی که عادت شده میشه چرخه اطلاعاتی معیوب. حالا مثلا یه کسی عادت کرده به خواب برد نهار، اگه نخوابه بعد از اون اصلا بعد از اون دیگه اصلا گیجویش میشه، اصلا قاطی بد اخلاق. خب این به اصطلاح هیچ ماده شیمیایی این وسط در کار نیست، مثل مواد مخدر دیگه، ولی درگیر یک عادته. خب مثلا اگه غذاشو ساعت 12 ظهر نخوره سرش درد میگیره، درسته؟ خب اگر خوابش از ساعت فلان بگذره دیگه دچار مشکلات بعدی میشه.